سلام شنبه اول آذر 93 22 نوامبر 2014 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه اعلام شد نقدینگی کشور تا انتهای شهریور سال 93 نسبت به شهریور سال گذشته در طول یک سال 147 هزار میلیارد تومن افزایش پیدا کرده و به رقم 653 هزار میلیارد تومان رسیده این نقدینگی متورم یکی از اصلی ترین دلایل تورم بالایی است که در کشور هست و در واقع سقوط ارزش پول ملی ریال رو رقم زده پیش بینی میشه که با کسر بودجه ای که به دلیل کاهش درآمد نفت به وجود آمده به خصوص در سال آینده دولت ناچار از استقراز از بانک مرکزی بشه و حجم این نقدینگی باز هم افزایش افسار گسیخته پیدا بکنه یک عضو شورای شهر تهران خبر داد از اینکه 15 هزار کارتون خواب در تهران هستند که سه هزار نفر اونها زن هستند که حتی گرمخانه مناسب هم براشون ندارند میانگین سن زنان کارتون خواب به 17 تا 18 ساله و در واقع بهتره بگیم کودکان کارتونخواب دختری که سرپناهی ندارن موضوع دوم اینکه آقای یونسی دادستان کل کشور و چهره مرموز قوه غذایی که ارتباطات نزدیکی هم با مشتبه خامنهی بیت و آقای طائب داره برای سهام نیوز به بهانه انتشار خبر ملاقات آقای یونسی با محمد علی تاهری که در زندان هست برای سهام نیوز خط و نشون کشیدن که تعطیلش میکنن برخورد میکنن و چه و چه میکنن اما در واقع این خبر بهانه است و اصل مشکل آقای یونسی و همکارانشون انتشار گزارشی است که سهام نیوز به از اطلاعات سپاه و آقای طائب همراه با قوه قضاییه علیه دولت روحانی صورت داد این گزارش که چند روز پیش خبرش رو دادیم گزارش نسبتا دقیقی است که بیشتر میشه احتمال داد از محافل خود دولت روحانی و نزدیک به دولت روحانی خبر به سهام نیوز درس کرده و گفته میشه که آقای روحانی چند روز پیش ده روز پیش بر سر همین گزارش قبل از انتشار دعوای مفصلی با آقای خامنه ای داشته و گله کرده از توته ها و باز هم در پاره شنیده ها هست که آقای خامنه ای هم اظهار عج کرده و گفته من تسلطی به این افراد ندارم اگرچه در نفس الامر درسته و آقای خامنه ای بسیاری امور رو ارزه ادارش رو نداره ولی این مانع از این نیست که ایشون هر جام دستش برسه به سبک کارهایی که علیه آقای خاتمی میکرد زیر جلکی توته علیه دولت روحانی نکنه و چوب لای چرخش نگذاره آقای نقدی فرمانده بسیج هم خبر داده از اینکه یک شبکه مستقل اینترنتی ملی و داخلی رو بسیج قرار راه اندازی کنه از اون کارهایی که مطمئنا انتهاش به جایی نمیرسه ولی فقط پولهای کلانی را ادهی حیف و میل خواهند کرد آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه تهران دیروز در خطبه های نماز جمعه از نماینده های مجلس برای رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم تشکر کرد و به آقای روحانی هم خطاب کرد که به فتنگران منصب ندهید جناب آقای علم الحدا امام جمعه مشهد هم فرمودند که مردم تحمل ندارند مقام معظم رهبری دوباره جامعه زهر بنوشند جالب خود حضرات هم میدونن مذاکرات هسته ای به منزله 18 سال ندانم کاری و بیلیاقتی آقای خامنه است که به اینجا رسیده زمنان ایشون گفته مردم جلوی هر توافقی میستند اگر این توافق خلاف نظر رهبری باشه البته وقتی میگن خلاف نظر رهبری چون این روزها رهبری دائما عقیدش رو عوض میکنه در واقع اگر خلاف نظر آقایون امثال علم الهدا و همپالکی هاشون باشه موضوع سومین که روزنامه ی نیویورک تایمز در خصوص مذاکراتی که در وین در جریان عنوان کرده که ایران با پیشنهاد قطع اتصال سنتریفوش ها که امریکا پیشنهاد داده بود موافقت نکرد خانم مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه هم گفته پی غرب پیشنهاد جدیدی نداده و آقای ظریف هم که شایع شده بود برای مشورت فوری به تهران میرود عنوان کرده که پیشنهاد قابل توجهی داده نشده که به ایران برای مشورت بر هر حال آقای کری و آقای ظریف و خانم اشتون برای سومین بار هم طی چند روز گذشته در وین با هم ملاقات داشتند که جزئیاتی از اون منتشر نشده آقای فریدون عباسی که در زمان آقای احمدی نژاد رئیس سازمان انرژی اتمی بود عنوان کرده که قرار است فردو جانشین نتنز باشه و سه هزار سنتریفوژ جدید در فردو نصب بشه و راه بیفته و زمنان گفته آقای روحانی باید به مردم بگه و گزارش بده که عراق رو تعطیل کردن به هر حال این قبیل اصحارات هزارات بیشتر به چوبلای چرخ مذاکرات گذاشتن باید تشبیه بشه آقای لاروف وزیر خارجه روسیه هم با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان دیدار کرده و طرفین توافق کردند تیم مشترک برای مقابله با ترور تشکیل بدن و تروریزم اما مشکل اصلی آقای لاوروف که سراسیمه با عربستان دیدار میکنه مسئله قیمت نفته که به دلیل اینکه عربستان تولیدش رو حاضر نیست پایین بیاره و تولید نفت امریکا هم افزایش پیدا کرده به بازار وارد میشه به شدت پایین آمده و روسیه قربانی بزرگ اون هست به اضافه ایران و ونزوئلا اما موضوع آخر اینکه جناب آقای مصباح یزدی فرمودند که تحقیق در مورد کره مریخ کار بیهوده است به جای اون بروند خدا رو پیدا کنند ایشون ظاهرا اون چهار قلم فلسفی هم که جوونیش بلد بود از یادش رفته اند که سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی